سه‌شنبه 25 خرداد 1400. چند صفحه در مورد طالب نیستی بودن در دنیای محسوس زندگی روزمره بیان دارند در دفتر ششم مثنوی معنوی مولانا. بنا و معمار به دنبال مکانی ویران هستند برای ساختن بنای زیبا و همینطور سقا به دنبال کوزه بیابی است و همینطور نجار در جستجوی خانه است که در و پنجره نداشته باشد. منتها افراد برای وجود عالم غیب بهانه می تراشند برای حقایق الهی. بیت 1374. چون انیس طمع تو آن نیستی است، از فنا و نیست این پرهیز چیست؟ چون نیستی یعنی حقیقت برین با امید تو همدم شده است و تو و در تو حرکتی انگیخته است، چرا از آن حقیقت که هست نیست نماز دوری میکنی، دوری میگزینی و به سوی آن نمیروی؟ چرا انگیزه های معنوی خود را نفی میکنی و فقط دل به دنیای محسوس سپرده ای؟ حرکت تعریفی دارد که توجه من را بسیار به خود جلب کرد. کریستین حرکت را دیده بود در متن دکترای من. یک حرکت بود در آن وجود دارد. یکی از جملاتش هنگام بازگردان آن متن برای زبان فرانسه‌اش که تصحیح شده بود. شنبه 29 خرداد 1400. در خانشم از مثنوی معنوی دفتر ششم صفحه 493 آنقدر بنیادین می باشند ابیات که دیگر نمی بایستی آنها را نشان کنم برای دیرتر نوشته شدنشان در متن حاضر، بلکه عقبگرد ضروری است برای نوشتن ابیاتی که نشان شده بودند برای انتقال در متن حاضر از صفحات 423-424 این دفتر. درد، ذکر حق، جذبه الهی و معنای یقین توجه مرا آنقدر جلب کردند که نیاز به نوشتن آن ابیات در این متن داشته باشم. پس ز درد اکنون شکایت بر مدار، کوست سوی نیست اسبی راهوار. پس اکنون از درد و رنج شکایت مکن، زیرا درد حقیقی به منزله اسبی موتی است که سالک را به منزل فقر و فنای عارفانه می رساند. بیت 1474. اینقدر گفتیم باقی فکر کن. فکر اگر جامد بود رو ذکر کن. ما فعلا در بیان فضیلت فقر و فنای عارفانه همین مقدار گفتیم. بقیه مطلب را تو خود اندیشه کن. اگر اندیشه دچار جمود و رکود شد باید به ذکر حق مشغول شدی. اگر ذکر حق تعطیل شود، برودت هواهای نفسانی قلب را فسرده و یخین می کند. پس باید شعله ذکر را همیشه در حجره قلب روشن نگاه داشت. بیت 1475 بود. ذکر آرد فکر را در احتراز، ذکر را خورشید این افسرده ساز. ذکر حق اندیشه آدمی را پویا و فعال می کند، پس ذکر حق را خورشید اندیشه های منجمد قرار بده. بیت 1476 بود. اصل خود جذب است، لیک ای خواجه تاش، کار کن موقوف آن جذبه مباش. ای رفیق طریق، اصل در کار سلوک جذبه الهی است، اما تو تلاش کن و در انتظار رسیدن آن جذبه مباش. رجوع شود به شرح بیت 1561 دفتر 4. بیت 1477 بود. مرغ جذبه ناگهان پرد ز اوش
چون به دیدی صبح شم آنگه بکش. زیرا پرنده جذبه ناگهان از آشیان پر می کشد. یعنی ای سالک به سعی و ماهدعت ادامه بده و هرگز آن را به امید ظهور جذبه الهی تعطیل مکن، که شاید پرنده جذبه از مرتبه الهی به پرواز درآید و بر بام وجود تو بنشیند و تو را دفعتاً به اعلی مرتبه کمال برساند. پس هرگاه روشنی بامداد را دیدی، شمع را خاموش کن. مراد از صبح حقیقت است و مراد از شمع اعمال تکلیفی. منظور بیت: هرگاه سالک به شهود حقیقت رسد، طاعات و عبادات تکلف آمیز از او برداشته می شود و زان پس حضرت حق را با سائقه شوق و عشق عبادت کند، نه با ناعزه خوف و تکلیف. اکبر آبادی گوید مراد از صبح جذبه است و مراد از شمع ذکر و فکر است. رجوع شود به بیت 476 دفتر اول و توضیح آن. بیت فوق با مضمون آیه 99 سوره حج تناسب دارد: و پروردگارت را پرستش کن تا تو را یقین در رسد. رایج‌ترین تفسیری که از لفظ یقین شده مرگ است، چنان که زمخشری در ذیل این آیه گوید، یعنی مراد از یقین در این مرگ است. پس تا وقتی که زنده هستی از پرستش خدا جدا مشو. تعبیر مرگ به یقین شاید به خاطر این است که عروض مرگ حتمی است و جای هیچ شکی ندارد، و یا شاید به این خاطر است که با رسیدن مرگ جمیع حجب از برابر دیدگان آدمی واپس رفت. بیت 1480 بود. هنوز نوشتن تفسیر کامل نشده است و از شوق نوعی ذوق این نکته را که در حین نوشتن این گذر در من حضور پیدا کرد را می نویسم. دو نقطه: منظور بیت: هرگاه سالک به شهود حقیقت رسد، طاعات و عبادات تکلف آمیز از او برداشته شود و زان پس حضرت حق را با سائقه شوق و عشق عبادت کند، نه با نزعه خوف و تکلیف. و در حالی که در حین نوشتن این گذر فقط در من حضور پیدا کرد و نوتی با مداد هنگام خوانش این تفسیر در روی صفحه مثنوی ننوشتم، در من حضور یافت مکاتبه پیامکی بین مشاور املاک جوان رشت و من. نوشت که برایش به نوعی خنده‌آور است که صبح بیدار می‌شد برای نماز خواندن. پاسخ دادم که روزی از سر شوق آن را انجام خواهد داد. و لحظه پیش نوشتن تفسیر کامل شد و مرا واداشت به نوشتن این نکته برای آن عده از شنوندگان کتاب‌هایم که سفیر را گوش نکردند، چون در آن متن از یقین که دارا شدم با وقوع تجربه نفسانیم نوشتم. و اینکه ابتدا در حکمت خسروانی به نوشته هاشم رازی و سپس در کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی به نوشته هانری کورمن دانستم که نوعی فهم دارا شدم عقل مستفاد نام دارد، چون بر پایه یقین است. حالا می توانم ابیات صفحه 493 همین دفتر ششمین از مثنوی معنوی را بیاورم: گرجهاد و سام سخت است و خشن، لیک این بهتر زبود ممتحن. اگر پیکار در راه خدا و روزه داشتن امری دشوار و خشن است، ولی اینها از دوری از خداوند ده امتحان کننده که بهتر است. بیت 1769 بود. رنج که ماند دمی که ظلمنن گویدت چونی تو ای رنجور من. در آن لحظه که خداوند منان برای دلجویی از تو بگوید ای بنده‌ای که در راه من رنج میکشی، حالت چطور است؟ آیا رنجی در تو باقی میماند؟ مسلما نمیماند. بیت 1770. ور نگوید
کت نان فهم و فن است، لیک آن ذوق تو پرستش کردن است. و اگر به جهت کوتاهی فهم و درکت نمیتوانی خطاب حضرت حق را دریابی، به تو چیزی نگوید، باز به خاطر همین ذوقی که در تو هست، در واقع همان احوال پرسی خداوند از توست و همین نشاط روحی به منزله دلجویی خدا از توست. بیت 1771. آن ملیحان که طبیبان دلند، سوی رنجوران به پرسش مایلند. عارفان زیبا که طبیب دلها هستند، مایلند که از بیماران احوال پرسی کنند. بیت 1772. ور حذر از ننگ و از نامی کنند، چارهی سازند و پیغامی کنند. و اگر آن طبیبان از نام و ننگ پرهیز کنند، یعنی دوست نداشته باشند شناخته و مشهور شوند، تدبیری می اندیشند و پیام خود را ارسال می کنند. ذهن در مثل مانند رادیوست که هم قدرت دریافت دارد و هم قدرت انتقال. امواج را از مرکز فرستنده می گیرد و در محیط پخش می کند. عارفان می توانند بی حضور جسمانی با دلهای مستعد ارتباط برقرار کنند، چنان که یونگ روانکاو عارف مشرب وقتی از شهرت آثار خود اظهار بیم کرد، به یک ضرب المثل چینی استشهاد نمود. دو نقطه: اگر شخصی تنها در اتاقش بنشیند و به اندیشه های راستین اندیشد، صدای او را از ورای هزاران فرسخ خواهند شنید. بیت 1773 بود.